دقیقا استاد، اصلاح فامیل دست کجا باید شروع بکنیم؟ الحمدلله رب العالمین و صلاة و سلام علی محمد و علی آلی و صحابی اجمعین. و بعد با عرض سلام و درود و خسته نباشید دوباره خدمت شما و بینندگان عزیز. استاد گرامی، ما اصلاح را از کجا باید شروع کنیم؟ و یا به تعبیر دیگر، کیها در خانه اول باید خود را اصلاح بسازن؟ نکته مهمی است استاد. پس اول در خانه رئیس خانواده خود را اصلاح بسازن. حالا رئیس خانواده اگر خانم است که شوهرش وفات کرده، یا مرد است، باید خود را اصلاح بسازن. باید مشفق و مهربان و صمیمی و با اخلاق و با ادب و با نزاکت باشه. الله متعال به پیامبر علیه السلام می فرمایه که فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفدوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. ای پیامبر صلی الله علیه و سلم، بر رحمت خداوند نرم دل شدی. اگر سخت دل می بودی، همه از دور بر دور می شدند. چی خانوادت می بود و چی اصحابت می بود، همه از دور بر دور می شدند و تو را تنها می گذاشتند. پس اول رئیس خانواده نرم دل باشه، درشت خوی، زشت مجاز نباشه. متاسفانه استاد گرامی، یک خود در کسایی هستند که نظامی کار کردن، به اصطلاح ما شما صاحب منصب هستن. اینا ها همیشه در خانواده خودم قمندان هستن، با اولاد خود، با خانم خود، با میمانایی که می آیم، همه درش خوی و بدرفتاری میکنن. الله به پیامبر میگه که این رحمت خداوند است که شامل حال تو گردیده و نرم دل شدی. ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر تو می بودی سخت خوی، درش خوی و شدید القلب، لنفدوا من حولک، دیگرا چار اطراف دور می شدن، تک تنها می گذاشتن. آدم ببینه، تجربه کنه، در خانواده ای که رئیس خانواده درش خو است، هیچ کس دوستش نداره، حتی اولادش نمی آید که از پدر خود یک مشوره خوب بگیره، در کارها مشوره نمی گیره. همون میشه که اولادم به طرف خود میره و پدرم با درشخویی خود این بدبختی را به وجود میاره. الله و پیامبر علیه السلام میفرمایند فاعف عنهم. ای پیامبر، اگر اصحابت اشتباه کردن، اگر خانواده اشتباه کردن، فاعف عنهم، عفو کن اینها را، ببخششان، و استغفر لهم، و طلب مغفرتم از الله برشان بخوای، و شاورهم فی الامر، در کارها ازشان مشوره هم بگیر. حالی فرق نمیکنه که نظام باشه، داخل خانه هم یک نظام است. فرق نمیکنه که همیشه در حکومت باشی و مشوره بگیری. فرق نمیکنه که همیشه در حکومت باشی و عفو گذشت و بخشش کنی. فرق نمیکنه که همیشه با همکارات خوب باشی، خنده کنی، مزاح کنی، در خانواده، در خانه خشن و درشت خوی باشی. نه خیر، در خانه هم باش. ببینید، بزرگترین جایی که پیامبر علیه السلام از یک زن مشوره گرفته در صلح حدیبیه است. صحابه نمیخواستن سر خود را حلق کنن، بتراشن. پیامبر برآمد برشان، گفت شما سرایتان را بتراشین. همه مات مبهوت مانده بودن. پیامبر داخل خیمه میشه، یکی از خانمایش، ام سلمه رضی الله عنها، برش میگه پیامبر ناراحت نش، خودت سرت بتراش، حلق کن، دیگر همی کار میکن. مشوره یک زن میگیره، بیرون برای سر خود حلق میکنه، سلمان خود میخواه. صحابه که میبینه همه سر خود تراش میکنه. پس در خانواده باید با خانومت، با اولادت، با هر کسی که از مشوره بگیر. اینم الله تعالی میفرمه و شاورهم فی الامر فایزا عزمت فتوکل الله. هرگاه عزم کار را کردی، توکل تو به الله متعال بساز. پس اول رئیس خانواده خود را اصلاح بساز. دوم، اختیار همسر خوب. اصلاح را باید از اینجا آغاز کنیم. همسر خوب اصلاح شد. من نمیگم که مرد خوب گرفته شود، زن خوب گرفته شود، نه، هر دو طرف.
هم زن خوب باید اختیار کنه یک مرد خوب، هم مرد خوب اختیار کنه یک زن خوب. آیه قرآن کریم است: طیبات للطیبین و طیبون للطیبات، الخبیثات للخبیثین و الخبیثون للخبیثات. این گونه است. اما انسان ها باید برای اولاد خود همسر خوب اختیار کنند، برای اولاد خود مادر خوب اختیار کنند، برای اولاد خود پدر خوب اختیار کنند. یک طرفه نگیم که همیشه ما باید خانمای خوب داشته باشیم. اگر ما هرچی هستیم باشیم. اگر ما چرسی هستیم، اگر ما نسواری هستیم، اگر ما پودر میزنیم، اگر ما لچک هستیم، اگر ما پاچای ما بالاست درا میگردیم، باقی و یاقی هستیم، باشیم خیر. خب خانم ما خوب باشیم. باشه، اولاد ما باید خوب باشه. ما چقدر خوب هستیم دنبال خوب بله. بله. این گونه نباید باشه. پس همسر خوب نعمت الهی است. پیامبر علیه السلام میفرماید که دنیا متاع است و بهترین متاع دنیا، بهترین متاع دنیا خانم خوب و صالح است. پس خانم ها و شوهر و زن اختلافات خود دور بسازن. قرآن کریم چه خوب زیبا می فرمه: هن لباس لکم و انتم لباس لهن. ای مردا، ای زنها، شما لباس یک دیگر هستین. لباس چند خصوصیت دار استاد گرامی. یک، عیبای تا می پوشانن. مرد و زن باید عیبای یک دیگر را بپوشانن، نه کاری که در شب میکنن در روز به همه بگن، نه اشتباهی که از مردش میبینه به همه بگن، نه اشتباهی که از زنش میبینه به دیگرا بگن. نه، لباس یک خصوصیت. دوم، لباس زیب و زینت وجود انسان است. پس خانم با اخلاق خود زیب زینت مرد است، مرد با اخلاق خوب خود زیب زینت خانم خود است. و لباس انسانها را از سردی و گرمی حفظ میکنه. در مشکلات و مشقتها باید مرد، باید خانم دل مرد خود را گرم بسازه، و در مشکلاتی که به سر خانم میاد مرد باید دل خانم خود را، وجود خانم خود را گرم بسازه. از همسر گذشته تربیه اخلاق، اخلاق خود خوب تربیه، اولاد خود خوب تربیه کنند. شما ببینید سوره لقمان آیه 13، آیه 16، 17، 18، 19، الله متعال داستان لقمان بله بیان میکنه. مرد صالحی بود. در اوجه الله متعال میفرمای: و از قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. یاد که زمانی را که لقمان به بچه خود نصیحت میکرد و برش میگفت: یا بنی، ای بچگکم، ای فرزندم، ای دلبرم. شما ببینین الفاظ قرآن، پدر چه قسم نصیحت میکنه اولاد خدا: یا بنی، ای بچگکم، ای فرزندم. داودش نام نیست، الفاظ رکیک و زشت برش نمیگه. لا تشرک بالله، ای بچیم شرک به خدا نیار. ان الشرک لظلم عظیم، شرک بزرگترین ظلم است. پس انسان هایی که مشرک هستن ظالم ترین انسان ها هستن. در دیگر آیاتش الله می فرمایه از زبان لقمان حکیم: یا بنیه انها ان تکو مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير. ای بچگکم، عظمت الله رو به بچه خود یاد میکنه. ای بچه، اگر یک مثقال ذره به اندازه خردل، به اندازه ارزن، اگر در دل سنگ باشه، اگر در آسمان ها باشه، اگر در زمین باشه، یعت به الله، می آید پیش الله. والله از او آگاه داره، آگاهی داره. والله می باز ببینین چه خوب نتیجه را می ته به بچه خود. اما تو نمیگه بچه می نمی کاره که خلاص، گپ ما گپ است، دومی گپ هم نه، نتیجه شه برش می گه. ان الله لطیف خبیر، الله لطیف است، باریک بین است، والله خبیر است، با خبر است، نهایت با خبر است. باز برش میگه: یا بنیه اقیم الصلات، ای بچیم نماز برپا دار. و امر بالمعروف، ای بچیم امر کو به کارهای نیک. و نهی عن المنکر، ای بچیم از کارهای بد مردم منع کن، خود منع کردی دیگر آرام منع کن. باز میگه: واصبر علی ما اصابک، صبر کو در آن چی که به تو میرسه از گزند زندگی. چرا؟ این نزالک من عزم الامور، صبر شکیبایی از عزم امور است.
باز برش میگه ولا تسایر خدک للناس، ای بچین با تکبر روی به طرف مردم نیا. ایره برش الله میگه بله ولا تسایر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، ای بچین در روی زمین متکبرانه رانه رو مغرورانه رانه رو. چرا؟ ان الله لا يحب كل مختال فخور، الله هیچ فخر فروش هیچ متکبر دوست نداره. بازم نتیجه رو به بچه خود میگه، باز برش میگه وقصد فی مشک، بچم در رفتارت اعتدال برابر داشته باش. وقت دود من صوتک، بله صدای تا پایان بیار، بلند نکو صدایت. باز نتیجه رو برش میگه ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بدترین صدا صدای اکرمکم الله خر است یا مرکب است. ببینین بچه خود این قسم نصیحت میکنه، باید همین قسم اولاد نصیحت کنیم، همین قسم اولاد خود تربیه کنیم، تربیه اصلاح را از اینجا آغاز کنیم. پیامبر علیه السلام میفرماید که هر طفل که به دنیا میاد به اسلام به دنیا میاد، کل مولود یولد علی الاسلام فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسان. ای پدر مادر است که طفل خود یهودی میسازن، نصرانی میسازن، مجوسی میسازن. یک کسی در منطقه ما، خب منطقه نگیم خوبه، پدرش دوز بود، بچهش هم دوز بود، بچه خوردش هم دوز هست، و چند روز بچهش در اثر دوزدی در سرقت کشته میشه، پدرش بسر روی خود میزد. ها چی کردی؟ تو تربیه کردی اولاد، نتیجهش اینی هست. و نقطه دیگه که اصلاح را از کجا باید آغاز کنیم این است که خانه را جای ذکر الله بسازیم. اگر خانه جای ذکر الله، یاد الله، درس برای الله شد، نتیجهش مثبت میشه. و در خانه حلقات درسی بگیریم، حلقات اصلاحی بگیریم، و در خانه انسان‌های صالح و نیک دعوت بدیم و جلوگیری کنیم از آمدن انسان‌های فاسد و فاسق و فاجر در خانواده. وفقکم الله استاد.